خب بریم سراغ سوال شماره 17. یعنی یه سوال حل کرده بودم در رابطه با دنبال هندسی ها و الگو. حالا میخوام تو دنبال حسابی و الگوی مطلب هم که بررسی کنیم. گفته از بین دنباله های زیر دنباله های حسابی را مشخص کنید و در هر یک از آنها با تعیین قدر نسبت بگو ببینم جمله 21مش برابر با چی میشه. دنباله حسابی یعنی هر جمله به علاوه یه عدد مشخص بشه تا جمله بعدی شکل بگیره. مثال ببین، الان 3 به علاوه چند میشود؟ 10. باری کلا به علاوه 7. حالا سوال ازت اینه، آیا 10 به علاوه 7 میشه 17؟ 17 به علاوه 7 میشه 24؟ بله آقا. پس تموم شد، حسابی شکل گرفت. یعنی هر جمله داره به علاوه یه عدد مشخص میشه تا جمله بعدی شکل بگیره. خب پس قدر نسبت برابر با 7 چی میخوای؟ گفته بگو جمله 21 چی میشه؟ A21 طبق فرمول برابر است با A1 به علاوه 21 منهای 1 ضرب در D. حالا فقط کافیه عدد جایگزین کنی. مقدار جمله اول بوده 3، 21 منهای 1 20 ضرب در قدر نسبت که برابر بوده با 7 و جواب شکل گرفت 143. دیدی چقدر آسون بود؟ حالا بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم. الان 1 به علاوه چند شده 2؟ علاوه 1، 1 علاوه 1 میشه 2. سوالم ازت اینه، آیا دوباره این 2 به علاوه 1 بشه شما به 4 میرسی؟ نه، چون وقتی 2 با 1 جمع کنم باید به 3 برسم، به 4 نمیرسم. یعنی دنباله حسابی وجود ندارد. به همین راحتی هر جمله به علاوه یک عدد مشخص یا عدد کاملا تعیین شده و یکسان برای جمله بعد. سوال بعد، 10 وقتی منهای 3 بشه به 7 میرسم، 7 وقتی منهای 3 بشه به 4 میرسم. پس دنباله حسابی دوباره شکل گرفت که قدر نسبتش هم برابر است با منفی 3. دوباره جمله 21 رو میخوام حساب کنم. A21 برابر خواهد بود با A1 یعنی منفی 3 به علاوه 21 منهای 1 دوباره 20 ضرب در قدر نسبت که بوده منفی 3. فقط من چرا اینجا منفی 3 نوشتم؟ این بوده 10، چون جمله اولم برابر بود با 10 و جمله اول به علاوه n منهای 1 که میشود 20 ضرب در قدر نسبت. آخری رو چی میگی؟ الان 2 به علاوه 0 شده، دوباره 2 به علاوه 0 شده. نگی دنبال حسابی نیست، این دنبال حسابیه که قدر نسبتش برابر با 0ه. اگه قدر نسبت برابر با 0 باشه پس جمله 21 هم دوباره مساوی خواهد بود با 2. مرسی.